چند روز است که اهالی جماعت و دهات‌های ناحیه دیوشتیچ و ظفرآباد بی قوه برق ماندند. در نشست خبری توره اتموف سردار شبکه‌های برقی ولایت سوخت سبب خاموشی قوه برق را در تعمیر زیرسکوهای برقی دانسته گفت که تعمیر به پایان رسیده قوه برق انتقال می‌یابد. سردار شبکه‌های برقی ولایت سوخت ضمن صحبت گفت که از سنه 25 ایول منطقه‌ای ذکر گردیده با قوه برق دائمی تامین شده‌اند. از خانه‌تون میرید به گوه آلک برقتون هست. رنگی روزوی پیشتر هست بود. پنج ساعت، شش ساعت، هفت ساعت، هشت ساعت دو بار تامین نبودیتون. امروز ایخیل نمیشد. ما ایلوواتان با جوی 60 مگاوات. از ایلوواتان با 20 مگاوات از جمهوری ازبکستان. تا 100 مگاوات اجازت دادگی. اگر 50-60 مگاوات باشد، دو مراتبه از با دستگیری بیاوستی حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری کرده شد. برای باور تامین نمودن خودی منطقه ظفرآباد، منطقه دیوشتیچ بهتر میشد. آیا در منطقه دیوشتیچ قوه برق دائمی گردید یا نه؟ با این سوال در صفحه فیسبوکی نوحه دیوشتیچ سرزمین رودمردان مراجعه نمودیم. در زیر شرح یا خود کامنتر جواب های منفی نشر گردیدند. 90% پاسخ هنوز قوه برق خاموش می شود را دادند. ضمن صحبت تلفنی ساکنان نوحه ظفرآباد نیز از نبودن برق دائمی شکایت کردند. توره اتموف سردار شبکه های برقی ولایت سوخت گفت که لیمیت برق جای ندارد. پس از تعمیر ترانسفورماتورون برعکس شدت برق بالا رفت. دو پاسخ مقابل طرف خو به اندیشه نمودن وادار میکند. ایلوواتان و نوحه ظفرآباد از جمهوری ازبکستان باز هر یک ساعت 20 مگاوات 20 مگاوات این 20000 کیلووات ساعت هر یک ساعت بود خریداری کرده شد. پیوست کردیم و ظفرآباد از نوحه ظفرآباد اهالیش با پرگی با برق تامین از ساعت 12 همین روز این به معلومات شما میرسونم احترامونه. برای همین من حقیقتا از شما گفتم. من شما پرسید تلفن کده خواب از شما پرسید استود است احترامونه گوید که همین خواب از بهتر شده یا نیمه ما پیاس ترگی علاقه ساعت 12 ده ایلوواتان با 30 مگاوات و جای 60 مگاوات از ما از جمهوری با ما دوست جمهوری ازبکستان گرفتیست. سردار شبکه‌های برقی ولایت سوخت افسود که از قبول فرمان اوید به گذشتن به لامپ‌های کم مصرف 11 سال گذشت. مردم کشور پس از قبول این فرمان از لامپ‌های 220 ولت به فروزانه‌های کم مصرف وطنی روی آوردند که سبب خوبتر و بهتر شدن صفت قوه برق در کشور ارزیابی گردید. در نشست خبری توره اتموف اوید به نصب زیاد فرش گرم در خانه‌های استقامتی اهالی نگرانی نمود. گفت که امروز حتی در دهه‌های دوردست نیز نصب چنین نوع منبع گرمی‌دهی روی به زیادشوی آورده است. با گفته سردار شبکه‌های برقی ولایت سوخت توره اتموف استفاده زیاد فرش گرم به بیماری‌های ریوماتیسم آورده می‌رساند. فرش گرم باید که نباشد. خانه‌های استقامتی شهر اون طرف است. دوستو زمستون ما رید تشکیل کردیم نوی بابا جان و فول خانه‌های زمینی پیشلاق جوه و جماعتی در بار خانمات و جماعتی اونجی یعنی طرفی جماعتی یو و همه فرش گرم استفاده می برند. فرش گرم انگیش نیست هزوم نیست. برای همین هم کمپنساسی کردم ما باید که همون فرش گرم ها استفاده نبریم. سبباش از ما می دونم شما بود این یکم هاش مسئله اقلان استفاده بردم بیویم سبباش شرایطی من اقلیمی ما مثلا زمستان بخونم کارمندان از کچه می بیان شمال مثلا شهر خوجم به هوا مینوز پرکوش بای پای هزا بزه می کشم می درم پرش گرم پای هست میکن انا ریماتیزم پایدا میکن انا دورده کسر اوای بهتر اما قبولگای 5 کلوات هست کن یک چه پای هست کنیدگر خانه هم گرد صرف کرونا آدم استفاده می برد. بازه همه پیشتار جوه و همه خانه چهار تا خانه پنج تا خانه باشد پنج تا خانه فرش گردان دارید استاد. بعد میگم که صفت شدت پس شد بعد میگم که صدمات پیدا شد محافظت کار داشتن شد.
تورا اتموف سردار شبکه‌های برقی ولایت سوخ زمین نشست خبر گفت که پیشنهاد آید به محدودیت جوری نمودن با استفاده فرش گرم روانه گردیده است. او نیت دارد با قبول این اقدام قوه برق صرف می‌گردد، اما سوال اساسی باز کشوده باقی ماند که محدودیت برق در بعضی منطقه‌های ولایت برطرف می‌شود دقیق نیست. گزارش سید مختار سیدانور برای برنامه تراتی خبر.